چطورین؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید به اسم زود پز. حالا چرا اسمش زود پزه؟ ما معرفی ظرف و قابلمه مبلمه اینا نمیخوایم بکنیم، اسپانسر نداریم. قضیه اینه که شما یک غذاهای زود میپزین با طعم لیمون. حالا خوراکی و مزه مناسبیه برای فیلم های آخر هفتهتون که از ببین نبین قراره انتخاب کنید و همراه فیلم جذاب پیشنهادی برین. خوراکی پیشنهادی که زود آماده میشه، ارزون خریداری میشه و خیلی مناسب و راحت و سالمه. میخوام یه تردستی انجام بدم، کی بلده این کارو بکنه؟ لازمه یک سرآشپز چیست؟ اما لازمه اینکه هر سرآشپز چیه؟ چی لازم داره؟ ما چیزی نداریم اینجا. میدونید اون چیه؟ یک، اینکه موامون رو ببندیم. اما چیزی که از همه اینا، حتی از غذاها و حتی از همه چی مهمتره، اجازه بدیم. یه چیزی افتاده. بله دوستان، تاییدیه شفی از گوردون رمزی. یه کف مرتب بزنید به افتخار من. مرسی مرسی حضار محترم. حالا هیچ کس اینجا نیست. غذای این سریمون چیه؟ میخوام بهتون در کنار اینکه چیپس بچه مزمز اسپانسرمون نیست، میتونید هر چیزی داشته باشید. میتونید به جای اینکه یه چیپس خالی باز کنید بخورید، یا مثلا یک توردیله خالی باز کنید بخورین، یه چیز خوشمزه در کنارش داشته باشین، مثل یک سس خوشمزه، یک دیپ لذیذ که سریع و راحت آماده میشه. دیپ سالسا یا همون سس سالسا که یه سری ها میگن ناچوز. ما برای این سس خوشمزه چی نیاز داریم؟ گوجه، پیاز، ترجیحاً پیاز بنفش استفاده کنید، چون پیاز بنفش پیازیه که توی سالاد یا چیزه این شکلی استفاده میشه، خیلی خوشمزه تر بهتره. جعفری، فلفل دلمه‌ای ترجیحاً نباشه بهتر، اگرم بود اشکال نداره. میتونید تند بودن یا غیر تند بودنش هم خودتون انتخاب کنید. و در کنار همه اینا، چیزی که همه اینا رو خوشمزه میکنه، لیمون. حالا ادویه‌اش چیه؟ نمک و فلفل و پودر سیر. شما میتونی اگه پودر سیر دوست نداری سیر بزنی، اگرم دوست نداری حذفش کن، ولی نظر من سرآشپز و اگه میخوای پودر سیر بزن دوست عزیز. یه دونه کاسه هم میخوایم که همه اینا رو بریزیم توش. چاقو، چیپس و اینا هم که دیگه دیدیم دیگه. دوستان اسم چاقو ما هست هیدری. معلوم میارم خیلی نزدیک بهتون نشون میدم. این مارک چاقو ماست، هیدری. اگه خواستین بخرین بدونید که من از یه همچین چاقوی دارم استفاده میکنم. آقا هیدری هر جا هستی دمت گرم. در مرحله اول ما میایم پیازا رو خرد میکنیم که کلک کارو بکنیم. اگه قرار اشکمون دراد که دراد دیگه چیکار کنم. پیازمون رو شروع میکنیم به خرد کردن. شما میتونید اول یک برشه. آقا هیدری. بچه این سس سالسامون هرچی ریزتر باشه، مثل سالاد شیرازی، خیلی بهتره تا درشت درشت و بی سلیقه. خب بچه من مدرکمو خریدم، مدرک آشپزی. بچه خب درد دارم خورد میکنم. بچه هایی که OCD، ECD، PT، نمیم اونا دارن که همشی باید خطوط صاف و منظم باشه، این پیازا ممکنه یکم اذیتشون کنه، چون برشان مورف شد اون یکی ها اینوری. بگذاریم، هرچی ریزتر بهتر. اینجا داشته باشیم، حرفه اینجا رو داشته باش. کاستون رو میذارین کنارتون. داشتی صحنه رو. آقای هیدری، مزم پیاز کافیه. شما میتونید مابقی پیازتون رو بذارین در یخچال. البته میگن پیاز خیلی زود میشرب میگیره، حالا نمیدونم، بقیهش رو صبح املت کن. خب این از پیازمون. میرسیم سر خرد کردن گوجه. بچه میخوام یه تکنیک بهتون بدم، این کار رو فقط شفا انجام میدن. کسایی که شف نیستین ترجیحاً انجام ندید. خب گوجه‌نم این سالاد شیرازی قرار خورد کنیم. یکم چاقو نیازی داره به تیز کردن. یکم
دیدی؟ کنده چاقو. بچه شما چاقو تیز ترجیحاً استفاده کنید و مراقب دستتون باشید. بچه ها اونجایی که چاقو کند بود آقای هیدری حواسش نبود به این چیزا. میخوام بهتون طریقه تیز کردن چاقو رو یاد بدم برای باشه بی نمایت سنتی. شما میتونید یه چیزی که کفش اینجوری سرامیکیه، حالا پشت پیش دستی، بشقاب، لیوان، هرچی اینا انتخاب کنید و خیلی با مواظب دستتون باشید به این شکل و این شکل لبای میپردازیم به سالاد شیرازیمون. هرچه ریزتر بهتر. این یه ذره درشته. حالا کاسه زیبا بازم بالا بشه اضافه میشه. کوجه رو خورد کردیم، میتونید یکم اینجوری حالت ساتوری هم بهش اضافه بکنید که هم یکم بهتر میشه، هم اینا رو مثلا جدا کنید بچه‌ها کلاه گوجه هم یکم بهتر میشه هم آبدارتر میشه. خب بعد از اینکه گوجه خورد شد به این شکل در اومد، ببینید ما اینو میخوایم اینجوری. بعد از اینکه به این مرحله در اومد نوبت چیه؟ فلفل های قشنگمون. فلفل رو اگه دوست دارین میتونید تند استفاده کنید، اگرم نه که ساده. من فلفلم تند نیست، من فلفلم عادیه. خیلی مهمه که بچه این دونه ها رو ازش خارج کنید. میتونید با یه قاشق کوچیک این کار رو به راحتی. اونقدرم راحت نیست. اونقدرم راحت نیست. ولی اگه خیلی سریع انجام بدین همینقدر راحته. نه با مکس کنید. نه کن اینجوری. به سرعت در بابات. حتی یه ذره هم تمرکز میخواد الان که بهش فکر میکنم. این دونه ها تو سس سالساتون افتضاح میشه، افتضاح. حالا فلفلتون رو چاپ 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 ریز 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 میکنید. برش های عمودی میزنید و بعد قرچ قرچ. ما این ریزی رو میخوایم. متوجه شدین؟ چوب چوبی بود. حالا اینا رو هم که میریزیم این تو. خیلی پروفشنال. نوبت میرسه به اصل قضیه، جعفری. بچه ها جعفریاتون رو خوب بشورین ها، نگه نگفتم یا مسموم پسموم شین بگین پریسا گفته جعفری بزن. قشنگ بعد بذارین تو آب بمونه، خیس بخوره میکروباش بره. این مرحله زیباست، سبزی خورد کردن. الان باید جاج کنیم، الان باید غیبت کنیم. بچه اگه میخواین راجع به کسی صحبت کنیم پیشنهاد بدین، موقع سبزی خورد کردن راجع به کی صحبت کنیم. یه دورم عجب عطری داره، همش گوش. بچه یه تکنیک دیگه هم اینه، البته اون ساتوره، این نمیشه الان که بهش فکر میکنم. هم میتونید اینجوری کنید. خب شما اینجا نیستین ولی اینجا الان یک عطری از سبزی تازه و جعفری تازه پیچیده که واقعا خیلی دلنشینه، انگار مثلا یکی اومده از همون سبزی بخره. من دارم آماده میکنم. آها خواستین دستتون رو پاک کنید، با لبه تیزش اینجا نکنین. پشت شاقو این کارو کنیم. میرسیم به بحث قشنگ و جذاب ادویه. نمک به مقدار کافی، اندکی فلفل سیاه به میزانی که خودتون دوست دارین. توی این سالاد سیر میزنه، چون من خودم نمیخواستم حالا الان درم یا الان بود سیر بگیره. شما میتونید از پودر سیر یکم استفاده کنید به جای خود سیر. اندکم پودر سیر، لیمون. اوه مطمئن این لیمو بود من برشم؟ گرپ فروت. عجب لیموی. آه خیلی خوش بوه، یعنی لیموش خود لیمون اونه، انقدر بزرگ و جوسی. اینم که از اوه 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 عالی پرفکتو لیمون. خیلی ترش بود، چرا این کار کردم؟ خب مرحله هم زدم، چقدر به کثافت زدم اینجا. خب نمک، فلفل، پودر سیر، لیمون عزیزمون، لیمون به یاد موندنی. اینم احساس میکنم کم یکم بیشتر میزنیم لیمو رو. بچه ها دقیقا باید همینقدر ریز باشه. حالا شما اگه غذا ساز دارین یا با خورد کن درست کنید که هم سریع تره. خب میرسیم به بخش امتحان
میدن. شما میتونی هم با چیپس امتحان کنی هم با توردیلا. خب بچه این که شد سالسامون، اینم که اول من با چیپس امتحان میکنم بعد با توردیلا. یه دونه برمیداریم. همش گوجه است. بسم الله. خوار به قشنگی در اومده. خیلی خوشمزه است. با توردیلا چجوریه؟ یادتونه گفتم ریز ریز اینجوری نباشه یعنی. با توردیلا پیشنهاد بهتری میتونه باشه تا چیپس. ولی با چیپس هم خیلی خوشمزه است. من ترجیح میدم با توردیلا بخورم ولی با چیپس هم خوب بود. میتونید در کنارش یک نوشیدنی خوشمزه مثل لیمونات یا نوشابه یا پرتقال یا آب خالی هرچی میخواییم بذارین و از فیلم آخر هفتهتون به قشنگی لذت ببرین. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. اگه درست کردین این دیپ سالسا یا سوس سالسا هر اسمی که میخواییم روش بذارین، حتما اگه استوری چیزی گذاشتین منم تگ کنید ببینم و اگه پیشنهادی دارین برای زودپز بعدی حتما بنویسین تو کامنت. من اگر که خیلی هیجان انگیز باشه و خودم خیلی خوشم بیاد حتما تو قسمت بعدی اونو درست میکنم. اینو یادتون باشه که شماها شیرین ترین لیمون های دنیایین. تمام شد. آره سالسا. آقا کف این رو کن، عجب آبی انداخته واقعا. همین سالسا اصلی همینه ها، سالسا اوریجینال. خیلی خوشمزه است. باشه این نمش گوشته از فرهنگمون پاک شده هرچه سریع تر. نظر بده، نظر واقعی یا نظر علکی نگی. باشه واسه داد رو هم میم. خوبه، خوشمزه است.